9 باور اشتباه در مورد رابطه جنسی هنگام بارداری. آیا در بارداری آلت مرد به سر کودک ضربه می‌زند؟ حتی برای زنی که تا به حال باردار نشده است هم ممکن است در ارتباط جنسی در معرض بسیاری از مشکلات قرار بگیرد. اما بارها شنیده شده است که مردان با همسران باردار خود رابطه جنسی ندارند، زیرا فکر می کنند که حالت تناسلی مرد در این زمان به سر کودک ضربه می زند. سلام، با یکی دیگر از ویدیوهای نکس مدیا خوش آمدین. برای دانستن جزئیات بیشتر در این مورد، نکس مدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار دهین. همچنین برای حمایت از ما، ویدیوی ما را لایک کنید. حتی برای زنی که تا به حال باردار نشده است هم ممکن است در ارتباط جنسی در معرض بسیاری از مشکلات قرار بگیرد. اما بارها شنیده شده است که مردان با همسران باردار خود رابطه جنسی ندارند، زیرا فکر می کنند که حالت تناسلی مرد در این زمان به سر کودک ضربه می زند. خودتان را فریب ندهید و باید اضافه کنم شما کاملا بیولوژی انسان را از یاد برده اید و یا همه این مزخرفات برای زن باردار که ممکن است بخواهد رابطه جنسی داشته باشد بسیار گیج کننده و اشتباه است. در اینجا توضیحات متخصصان زنان و اعضایمان را در خصوص 9 مورد از رایج‌ترین باورهای غلط که درباره رابطه جنسی در دوران بارداری وجود دارد را می‌شنوید. 1. شما نباید رابطه جنسی داشته باشید، زیرا ممکن است نوزاد آسیب ببیند. خب، بگذارید خیالتان را راحت کنیم. داشتن رابطه جنسی نمیتواند به کودک آسیب برساند، صرف نظر از این که شما 4 یا 40 هفته باردار هستید. سرویکس شما بسته است و کودک در آنجا امن است. البته برای 1% بسیار کمی از زنان، پزشک به دلیل یک علت خاص رابطه جنسی را منع میکند. اما اگر شما دارای یک حاملگی طبیعی و سالم هستید، میتوانید از آن لذت ببرید. 2. از برخی از موقعیت‌های رابطه جنسی باید اجتناب شود. آنچه که احساس می‌کنید احتمالاً تغییر خواهد کرد. همانطور که در دوران بارداری بزرگتر می‌شوید، اما بدن شما را در این کار هدایت می‌کند. برای اکثر زنان در ابتدا ناراحت کننده است. پس خلاق باشید. 3. کودک میتواند آلت تناسلی شریک زندگی شما را ببیند و حس کند. قطعاً نه. نوزاد با 1 کیسه آب در رحم شما و در تاریکی احاطه شده است. برای آنها غیر ممکن است چیزی را ببینند. 4. شما باید در هنگام بارداری حتماً رابطه جنسی داشته باشید تا شریک زندگیتان را دوست داشته باشید. بیخیال، شما خودتان بهتر می‌دانید. فقط باید آنچه را که برای بدنتان مناسب است انجام دهید. 5. فرد باردار میل جنسی خود را از دست می‌دهد. در واقع بسیاری از زنان در طول بارداری میل جنسیشان افزایش پیدا می‌کند. برخی از زنان در دوران بارداری قوی‌ترین میل جنسی خود را تجربه می‌کنند و لذت بخش‌ترین ارگاسم را دارند و این کاملا طبیعی است. 6. افزایش میل جنسی شما. این اتفاق حتمی نیست. برای برخی زنان نیز افت میل جنسی اتفاق می افتد. اما واقعا هیچ قانونی وجود ندارد، زیرا همه افراد منحصر به فرد هستند. 7. رابطه جنسی دهانی. در واقع رابطه جنسی دهانی می تواند یک گزینه عالی باشد،
اگر احساس بدی نکنید. این کار میتواند به شما کمک کند که به شریک زندگیتان احساس آرامش بدهید. با این حال توصیه نمیشود که در طول بارداری فشار هوا را به واژن خود بیافزایید، زیرا این کار میتواند یک آمبولیسم هوایی ایجاد کند. 8. داشتن یک اورگاسم میتواند سبب سقط جنین شود. نه، شما ممکن است پس از داشتن یک اورگاسم کمی گرفتگی های عضلانی یا سفتی در شکمتان احساس کنید، اما این نشانه ها مثل انقباضات رحمی نیست. 9. داشتن رابطه جنسی دردناک می شود. خب، این یکی می تواند درست باشد، اما جایی برای نگرانی در آن مورد وجود ندارد. این اتفاق ممکن است فقط در صورتی که شما در پایان دوران بارداری خود باشید اتفاق بیفتد. مقادیر کم پروستاگلاندین ها در اسپرم وجود دارد که می تواند به باز شدن دهانه رحم کمک کند. به نظر می رسد که این حرکات سبب انجام بهتر کارها و داشتن اورگاسم بهتر و افزایش شدید اکسیتوسین می شود که هورمون شماره یک مورد نیاز برای انقباض است. هوشمندانه است، اما در این 40 هفته رابطه جنسی اغلب اولویت ذهنی شما نیست. بله، این بود ویدیوی امروز من. برای ویدیوهای بیشتر نکست مدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار دهید تا از ویدیوهای بعدی ما آگاه شوین. و برای حمایت از ما کافی است ویدیوی ما را لایک و شیر کنید. نظریات زیبایتان را هم می توانید در بخش کامنت بنویسید. خدا نگهدار شما.